همزمان با شکوفه دادن درختان بادام در باغی در نزدیکی منطقه باستانی تلارات در جنوب اسرائیل، کشاورزان یک تراکتور مجهز به یک دکل شامل ده ها لوله استوانه کوچک را در بین درختان هدایت می کنند. این لوله ها گرده های گل را دقیقاً به سمت درختان پرتاب می کنند و به آنها فرصت باروری می دهند. این کار معمولاً توسط گرده افشان های طبیعی به ویژه زنبورها انجام می شود، اما به دلیل کشاورزی بیش از حد، استفاده از سموم دفع آفات و تغییرات آب و هوایی، تعداد زنبورها در سرتاسر جهان کاهش چشمگیری داشته است. بیشتر محصولات زراعی نیاز به گرده افشانی دارند، بنابراین این روند کاهش تعداد زنبورها گروه های مختلفی از جمله نهاد غذا و کشاورزی سازمان ملل را نگران کرده، نهادی که مشخصا برای مبارزه با گرسنگی و کمبود مواد غذایی در جهان فعالیت می‌کند. ما واقعا در تلاش هستیم تا از بروز بحران جلوگیری کنیم. در 15 سال اخیر شاهد بحران کاهش حشراتی که گرده افشانی را انجام میدن هستیم و به همین دلیل بیشتر میوه‌ها و ویتامین‌های مورد نیاز ما از بین رفتن. شرکت ادته میگوید گرده افشانی مصنوعی میتواند به مرور زمان جایگزین زنبورها شود. کار این دستگاه همانند زنبورهای عسل است. ابتدا به طور مکانیکی گرده ها را از روی گل ها جمع‌آوری کرده و سپس با توزیع هدفمند آنها توسط سنسورهای لیدار یا اسکنر لیزری سه‌بعدی کار را خاتمه می‌دهد. درسته که هر پیشرفتی در کشاورزی خوب و مؤثره، اما فکر نمی‌کنم بشه جایگزینی برای زنبورهای عسل و کارشون پیدا کرد. در این حال شاید بشه به بعضی از باغ‌های تک محصولی بزرگ مثل باغ 1 میلیون هکتاری بادام کالیفرنیا کمک کرد. شرکت ادته فعلا به طور آزمایشی در چندین باغ کوچک در اسرائیل و استرالیا مشغول به کار است و قرار است در آینده خدمات خود را به ایالات متحده و اسپانیا گسترش دهد. این شرکت امیدوار است تا سال 2023 بتواند وارد بازار جهانی شود. صنعت بادام در کالیفرنیا سالانه بیش از 400 میلیون دلار برای کندوی زنبور عسل پرداخت میکنه، بدون اون که به اندازه کافی کندو داشته باشه. بنابراین از نظر سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه بازار خوبیه. شرکت ادته در تلاش است خدمات گرده افشانی مکانیکی خود را با هزینه مشابه با زنبورها و کندوهایشان ارائه دهد.